به دنبال اعتصاب بازاریان تو شهرهای مختلف کردستان، این روزها شاهد اعتصاب بازاریان در شهرهای سراسر میان از جمله در تهران هستیم. همراه هستیم با رحمان گبورکی تا به این موضوع بپردازیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش اومدید به برنامه قیام ایران. با سلام خدمت بینندگان سیمای آزادی و دست اندرکاران سیما که چون این فرصتی رو به من دادن و سلام میکنم به بازاریان غیور در سراسر ایران و من جمله در کردستان ایران. بله، درود بر شما. خب اولش از خبرهای اعتصاب شروع کنیم دیگه. آخرین خبر از اعتصاب بازاریا چی؟ تا اونجایی که من خبرها رو دنبال کردم، آخرین خبر اینه که توی تهران امروز اعتصاب بوده توی بازار کویتی ها و پاساژ علاءالدین که اونجا در یک هماهنگی کامل با هم دیگه از باز کردن مغازه‌ها خودداری کردن و خلاصه اعتراض کردن به بالا بردن نرخ ارز و کسادی بازار. بله. ولی تو روز اخیر هم شاهد بودیم که توی مشهد و توی بخشی از شهرهای مختلف ایران اعتصاب بازاریان رو داشتیم و من جمله در شهر بانه در کردستان ایران که به مدت 25 روز این اعتصاب ادامه داشته و ادامه پیدا خواهد کرد. بله. خب طبعا اولین سوالی که بعد از کم و کیف مطرح میشه خواسته ها هست. خواسته های بازاریان چیا بود؟ بله. خواسته ها در واقع میتونم بگم که توی نقاط مختلف ایران با هم دیگه متفاوت هستش. مثلا توی شهرهای مرکزی خواسته ها حول اعتراض به بالا بردن نرخ کالاها و خلاصه مالیات سنگینی هستش که رژیم به فروش اجناس و به مغازه‌دارا می‌بنده که اینم در قدم بعدی باعث بیکاری بیشتر میشه. بله. باعث خلاصه سایه انداختن رکود توی زندگی مردم میشه. ولی توی مناطق مرزی من جمله توی جلفا خواست مردم برای ترخیص کالاهایی که نیروهای رژیم تو مرز نگه داشتن آزاد نمی‌کنن و همچنین افزایش مالیاتی که به اجناس بسته. ولی وقتی که به کردستان نگاه میکنیم صحنه یه مدت متفاوت تر از اینا هستش، چون قشر وسیعتری رو تو جامعه در بر میگیره. اقتصاد ایران به خاطر اینکه یه اقتصاد عقب مونده است و رژیم عمدن این منطقه رو عقب نگه داشته، اقتصادش روی دوش کولبران سواره، بازارش اقتصادش روی آوردن اجناس از مرز غرب ایران، از کردستان عراق، از عراق به اصطلاح تامین میشه. اخیرا رژیم این مرز رو بسته تحت نام ساماندهی مرزها که البته یه طرح سرکوبگرانه بیش نیست که بعدا توضیح میدم. من از اتفاقا سرش سوال دارم که حالا به چه رسیده میپرسم. بله. طبق این طرح کولبرا تقریبا بیش از 75,000 کولبر از کار بیکار میشن. نزدیک 75,000 کولبر. بله. در کردستان با این طرح بیکار. بله، این آمار رسمی خود رژیمه. بله. که طبعا میتونه بیشتر از این باشه. 16,000 مغازه‌دار به خاطر انسداد مرزها توسط رژیم الان ورشکست شدن. 100 تا مجتمع بازاری هست توی بانه ورشکست شده به خاطر همین اقدام رژیم تحت نام ساماندهی مرزها. بله. که در واقع الان اقتصاد توی این منطقه از ایران، این تو کردستان ایران فی الواقع مختل شده، زندگی مردم به خطر افتاده. بله. ابعاد قضیه، خب این تصویری که شما میدید از ورشکستگی این تعداد از کسب و کارها و مجتمع خب یه چیز دیگه است. خب اونجایی که شما خودتونم از خطه کردستان هستید و اخبار رو دقیق دنبال میکنید، الان هم اشاره کردین به این بحث ساماندهی مرزها، من اجازه دین که سوال بعدی راجع به همین بپرسم. چون این طرح ساماندهی مرزها که شما به عنوان یک طرح سرکوبگرانه ازش اسم میبرین، خود رژیم میگه برای کرامت بخشیدن به زندگی مردم و کولبرانه. این دو تا حرف خیلی با هم فاصله داره. چرا اینقدر در کردستان با این طرح مخالفت میشه؟ والله من فکر کنم که برای کسایی که اندگ آشنایی با این رژیم دارن این ادعای رژیم بسیار خنده آور و بیشتر یک مضحکه است. زیرا اگه به یه سال گذشته نگاه بکنیم، به طور سالانه
من جمله سال گذشته 160 تا 200 نفر از کولبرا توسط نیروهای همین رژیم تو نقاط مرزی کشته شدن، به قتل رسیدن. این دیگه کجاش اسمشو میشه گذاشت کرامت انسانی؟ چرا این کارو میکنه؟ من یادم میاد که تو سال 1358 که ما خودمون موقع تو داخل بودیم، نیروهای سپه پاسداران به دنبال فتوای خمینی که پشتبندش هم خطاب مردم کردستان بود، همه میدونن، نیروهای سپاه که توی نقاط توی ارتفاعات کردستان مستقر بودن، مردم رهگذر رو برای تفریح مورد تیراندازی قرار میدادن، مسابقه میدادن که کی میتونه این رهگذر رو بزنه. این خوی وحشی نیروی بنیادین رژیم، یعنی سپاه پاسدارانه. این ماهیت و این ذات کری آخونی کماکان ادامه داره. الان توی کردستان علاوه بر این مسئله تحت نام مبارزه با قاچاق که در واقع اقتصاد مردم ایران رو، مردم کردستان رو به خطر انداخته، تحت نام همین کرامت انسانی و خلاص اراجیف بی از این قبیل صورت میده. به همین خاطر من میتونم بگم که این یک طرح کاملا سرکوبگران است. علتش هم به طور مشخص اینه که تمام کالاهایی که توسط همین کولبران چه تو کردستان، چه تو خوزستان و بلوچستان وارد اقتصاد ایران میشه، وارد داخل ایران میشه، یک صدم اون کالاهای قاچاقی نیست که توسط بانده خود همین رژیم در جنوب که خود رژیم مدعی هست توی جنگ گرگاه توی انتخابات اخیر نگاه بکنیم، میگفتن 25 میلیارد دلار کالای قاچاق با سوء استفاده از 114 اسکله رسمی دولت صورت میگیره. تمام اجناس و کالایی که توسط این کولبران، بگم چی، اینا وارد ایران میشه، یک صدم اون کالایی نیست که بانده رژیم وارد میکنن. بنابراین این یه طرح سرکوبگرانه است، به خاطر اینکه هر چه بیشتر مردم رو تحت فشار قرار بدن، اقتصاد محلی رو با شکست مواجه بودن و خلاصه غارتگری بیشتر و رونق بخشیدن به قاچاق که پشتبندش هم خود بانده رژیم است. خب شما بخشی از سوال بعدی من رو هم توضیح دادید، ولی من باز به هر حال میپرسم، چون فکر میکنم شاید بازم جای بحث داشته باشه. میگم خب اگر رژیم به قول شما کل اون چه که وارد میشه یک صدم کالاهای قاچاقی نیست که خود رژیم از اسکله های اعلام شده و اعلام نشده خودش وارد میکنه، پس پس چی این همه فشار میذاری رو مردم کردستان؟ برای چی این همه نارضایتی ایجاد میکنه؟ که خب خیلی واضحه رژیم در موقعیتی هست که بسیار با یک وضعیت انفجاری مواجهه. خب چرا این همه فشار میذاره پس؟ والا فکر کنم علتش خیلی واضح هست. علتش اینه که به خاطر همین باندهای قاچاقی که توسط رژیم پشتیبانی میشن، کالاهاشون وارد میشه بدون مالیات. بعدی که میگم که کالاهای قاچاق در اشل 25 میلیارد دلاری وارد میشه، اینا بدون مالیات وارد میشه بانده خود رژیم، به خاطر اینکه به اینا خلاصه رونق بدن و کالاهاشون به فروش برسونن، میان این اقتصاد یا این نیمچه اقتصادی که توسط کولبران خلاصه به چرخ در میاد، همینا رو چیه خونسا کنه یا به نابودی بکشه. به همین خاطر اضافه بکنم به این مسئله که به خاطر انسداد مرزها توی کردستان ایران 16 هزار مغازه‌دار ورشکست شدن، 100 مجتمع بازاری توی بانه هستش ورشکست شده. آمار خود رژیم از 75 هزار کولبر به خاطر این طرح سرکوبگرانه سامانده مرزها الان بیکار شدن. کولبری که روزانه اصلا دیگه سینه به سینه دنبال اخبار اینن که کدوم مرز بازه که میشه بریم تو کردستان را بریم تو عراق یک کالای وارد بکنیم که هر بار که حدود 100 کیلو هستش بابتش مثلا 10-15 دلار یا به قول به نرخ ایرانی 100 هزار تومان که میشه 10 الی 15 دلار. این نصیب کولبر میشه. اگه همینم نیروهای رژیم متوجه بشن، مالیات روش میذارن که در واقع چیزی همین اصلا همین 10 15 دلار هم عاید خود کولبران نمیشه. به همین خاطر واقعا خیلی صحنه دردناکی از تو این رابطه. کولبری واقعا شغل نیست، یه کار اجباریه. به این مردم تحمیل شده، مردم هم خواهن این شغل تحت نام شغل نیستن، بخاطر اینکه
کردستان اقتصاد وجود نداره، کارخونه وجود نداره، اشتغال وجود نداره. رژیم عمدن مناطق مختلف مثل ایران، توی بلوچستان هم ایزن، توی خوزستان هم ایزن، مناطقی باقی نذاشته که اقتصادی درستی داشته باشه. به همین خاطر وضعیت واقعا به لحاظ اقتصادی و بازارش و کسبش وضعیت درناکی دارن. تقریبا 100 کیلو بار هر دفعه که میرن میارن. تازه اونم اگه بتونن از این مسیر صعب العبور و اینا جون بدن. بله 100 کیلو بار سنگینیه. من فکر کنم لابد شما خودتون مشاهده کردید که کولبر فقط نسل جوان نیست. از پیرمردا، از پیرزنا، از کسایی که لیسانس، فوق لیسانس، دیپلم به خاطر عدم اشتغال میان کولبری میکنن. تو زمستون سرما و کوران و برف و سنگلاخ اینا رو خلاصه باید عبور بدن. توی تابستون گرما. حالا علاوه بر همه اینا خطر تیراندازی نیروی سپاه پاسداران هم که در کمین هر لحظه شلیک بکنه. این واقعا یک صحنه دردناکی رو ترسیم میکنه. من شنیدم اخیرا که رژیم به شرط باز کردن مغازه‌ها یک سری وعده‌ها داده به بازاریان. در این مورد حرفتون چی است؟ والا من فکر کنم که مردم نیز ارزشی برای این وعده و وعیدهای رژیم قائل نیستن. دلخوشی از این وعده و وعیدها ندارن مردم. برای نمونه همین بهار 96 بود، رژیم قول داده بود که برای کارگرها رو بیمه کنه. یک سال اندی گذشت، هیچ خبری نشد. بسیاری از این وعده و وعیدها رژیم داده به خاطر اینکه از سر خودش بگذرونه، ولی به یکی از این وعده‌ها تا الان عمل نکرده. به همین خاطر به نظرم تنها راه پیش روی مردم ادامه این اعتصابات و اعتراض است تا بتونه در تداوم خودش بتونه رژیم رو قبه نشونه. و این تنها راه گروهی راهیه که مردم در پیش رو دارن که در واقع گره میخوره به قیام مردم ایران برای رهایی از بعضی موضوع. اینجا جا داره که به همه شهدای راه آزادی و من جمله شهدای کردستان درود بفرستم. طبعا همه شهدا بر ما حی و حاضر هستن، ما رو فرا میخونن که راهشون ادامه بدیم و این وضع موجود رو به وضع بهتری، به وضعیتی بکشونیم و تبدیل بکنیم که مردم رها بشن، ایران آزاد بشه از چنگال رژیمی که نزدیک به 40 سال است بر این مردم، بر این کشور حکم میکنن و حاصلش هم غارتگری ها، دزدی ها، شهدای بسیار. و من جمله میخوام به طور مشخص از دو تا شهید یاد بکنم که من از نزدیک باهاشون بودم، ابراهیم مجیدیان و ابوبکر مرادی، دو تا شهید قهرمان شهر بانه که مدت ها با هم بودیم و در مبارزه علیه این رژیم خونریز و رژیم ضد بشری به شهادت رسیدم. با تشکر از شما. خیلی ممنون از توضیحاتتون و چه خوب که بحثی رو که با اعتصاب بازاریان قهرمان بانه آغاز شد، اینچنین با یاد قهرمانانی که در این شهر برخواستند به خاطر آزادی ایران به پایان ببریم.